دوستان و سروران در خدمتون هستم برای فال جدید. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. عزیزان دل، برای این فال ما دو تا انتخاب داریم. میخوایم ببینیم با هم دیگه یک آماری بگیریم از این شخص، ببینیم کجای دلش هستین، کجای زندگیش هستین و اینکه چه خبر هستش. و من دو تا انتخاب میذارم. انتخاب اول رو داره میبینین، این کارت خاکستری هست و انتخاب دوم دوستان این کارت سبز هست که بعد من یک کارت رو ازش میکشم و اینجا میذارم. خودم هم باز نکردم و اینکه نمیدونم درونیش چه میگذره. پس انتخاب خوب بهتر وجود نداره. دوستانی که میل دارین انتخاب اول رو فقط نگاه کنین. سریع و سر میرم سراغ انتخاب اول. دوستان درود به سروران و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب اول بود. عزیزان دل، قبل از اینکه بخوام فال شروع کنم ازتون خواهش میکنم حتما یک کامنت اگر میذارین فارسی، یک کامنت انگلیسی بذارین، هلوی بذارین، تانکسی بذارین، یک چیزی بذارین که یوتیوب فکر نکنه که شما یک ماشین هستین و اینکه دارین کامنت میذاری. و دوم اینکه دوستان عزیز، عزیزانی که از سرورهای ایرانی استفاده میکنین، ازتون خواهش میکنم، این کانال داره از بین میره، ازتون خواهش میکنم که از سرورهای غیر ایرانی استفاده کنین. دوستان خب ببینیم با هم دیگه چه خبر در کارت اول. و من قبل از اینکه اوکی بریم ببینیم چه خبر هستش. اوکی ببینیم دوستان، اینجا من قبل از اینکه برم شروع کنم به خواندن کارت ها، عزیزان یک حس و حال اینو اینجا میذارم برای که جاش همین وسط هستش. یه حس و حال میگیرم از این شخص. دوستان عزیز ببینیم با هم دیگه کجا هستش، در کجای این روزگار قرار داره در ارتباط با شما. عزیزان من یکی دو تا کارت میکشم واسش. اول بریم ببینیم با هم دیگه، نشد که سری و سر بخوام بیفتم. اولین کارت اینجا. اوکی حرف از و اوکی من پشت کارت هم بعدا نشونتون میدم و ما یه کارت دیگه هم براتون میکشم. ببخشید من دارم دنبال کارت ها میگردم. بریم ببینیم با هم دیگه این کارت ها چی بهتون میگم. این و آخرین کارت ببینیم چی میگه. عزیزان ببینید، عزیزان این شخص شخصی هستش که در واقع آدم مستقلی من دارم میبینم. شخصی هستش که شاید هر چیزی که بخواد توی زندگیش داره، یا این که به هر حال استعداد داره، پتانسیل اینو داره که یک سری از مسائلی که توی زندگیش هستن خودش هندل کنه. خودم هستم و اینکه زندگی خودم هستش و زندگی خودم هم راضی هستم. ببینید این یک طرف ماجرا هست، ولی در واقع ببینید در ارتباط با شما حرف از فراوانی میزنه، حرف از بله میزنه. بله در ارتباط با شما، شما در واقع اینجا این حرف از این کارت اینو میگه شما اون پاداشی هستین که من سزاوار و شایستش هستم. و دارم میبینم که الان عزیزان دل ببینید در یک حالتی هستش که راحت هست در ارتباط با شما، مثل میبینه که خیالش راحت هست در ارتباط با شما. و الان ببینید شاید اگر قبلا دوستان خیلی تلاش رو مثلا
تلاش مضاعفی میکرده و الان میبینین که در مورد شما کاری انجام نمیده یا به اون اندازه که شما دوست دارین انجام نمیده، به خاطر این هستش که احتیاج داره که حالا به اندازه کافی به قول معروف میخی خودش رو کوبونده و مطمئن هستش. پس بنابراین یک حالتی من اینجا دارم میبینم که شما همون پاداشی هستین که سزاوارش هستش و بله به این فراوانی میخواد در ارتباط با شما. ولی بدونین دوستان این نکته رو در نظر داشته باشین که این آدم آدم مستقلی هستش، خب، و اگر شما رو به صورت فراوان، این کارت فراوانی هستش، این هم این کارتی که بهتون گفتم و این کارتی که احتیاج داره که مقداری حالا راحت باشه، همه اینها رو داریم میبینین. ببینید منظور این نیستش که اگر جایی برای شما توی دلش باز کرده و شما رو جا داده در اون، برای که دلش میخواد شما باشین و اینگونه هستش، میدونه که در شما وقتی که در دل این شخص باشه راحت میتونه، خیالش راحت هستش. ببینید یه سری ها ممکنه الان با هم نباشین عزیزان، ولی شما در دل این شخص هستین و بدونی که به هر حال حرفش این هستش، اون کسی هستین که واقعا پاداشیه که زندگی بهش داده. خب ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه در ارتباط با این شخص چی میگه. من از کارت های مختلف استفاده میکنم دوستان، بریم ببینیم که در ارتباط با شما عزیزان دل چه خبر هست. اوکی؟ به این شخص فکر کنین عزیزان. آدمی هست دوستان عزیز، توجه کنین که من چیزی که دارم میبینم که برای زندگی مادیش هم خیلی داره تلاش میکنه و یک سری از اهدافی رو داشته و فعالیت های خیلی خیلی زیادی رو من اینجا دارم میبینم در دامنه مختلف داشته که الان دارم میبینم که احتیاج به این داره که یه مقداری راحت باشه و اینجا من دارم میبینم حرف از چی میزنه، حرف از فراوانی میزنه و فراوانی هایی رو برای خودش اینجا ایجاد کرده، به بار آورده دوستان از نظر مادی. خب به این گونه هستش. اوکی. اگر افرادی که خانوادهشون خیلی حضور دارن یه مقدار از دست خانوادهشون میخوان راحت باشن و یه مقداری فاصله بگیرن از خانوادهشون. خب بریم ببینیم من کارت ها رو میریزم عزیزان و بعد با هم دیگه شروع میکنیم به خواندن کارت ها. من کارت ها رو برگردونم چون خیلی ها فکر میکنن که کارت ها وقتی که برنگشته باشه من کارت ها رو عوض میکنم. برای همین هستش که من کارت ها رو برمیگردونم. اگر احتیاج باشه حتما من این کارت ها رو بپوشونم دوستان. دوستان عزیز کسی هستش که یک غمی از گذشته در ذهن در دلش هست و در ذهنش هستش دوستان. این ممکنه که در ارتباط با شما ممکنه که بحث هایی داشتین، ممکنه حرفایی وجود داشته، حتی ممکنه یک سری از شما در یک جدایی هایی باشین عزیزان دل اینجا. و ببینید عزیزان شما ببینید شما در ببین اولا این خانه و این شما در خانه دل این شخص هستین و این چارچوبی که اینجا هست و شما میگی که همیشه جایگاه شما اینجا هستش و خوشحال هست وقتی که به شما فکر میکنه. با این غم و اندوهی ممکن هستش ایمیون بین شما وجود داشته. این شخص به هر حال آدمی میبینم که اینا از درونش دوستان یک غمی رو دارم اینجا میبینم که این با کارت این وسط انرژی کلی این شخص این هستش که دارم به یک آرامش میرسم. در مورد شما هم همینجوری خیالش مقدار راحت هست. دارم میبینم که یک دوره داره پشت سر میگذاره، حالا یا اینکه شما با از هم فاصله داشتین و این شخص سعی میکنه که این فاصله ها رو کمتر کنه و اینکه دارم میبینم که در مورد شما به هر حال به یک آرامش خاطری داره میرسه دوستان این شخص. خب چیزی که در واقع از من این کارت رو میپوشونم با یک کارت آرکان ماژور و اینکه بریم ببینیم با هم دیگه کارت آرکان ماژور در ارتباط با این حسش چه چیزی میگه. بله ببینید عزیزان دل کارت بسیار زیبای خورشید براتون افتاد، یعنی در واقع شما اون سرچشمه انرژی و سرچشمه شادی و این شخص بوده.
خب ممکنه الان یک سریاتون یا فاصله زمان مکانی با هم دیگه داشته باشین، یا اینکه شاید هم به صورت واقعی دوستان عزیز از هم دیگه خیلی وقت هستش از هم خبر نداشته باشین. ولی مسئله که اینجا هستش به شما وقتی که فکر میکنه ببینید این خورشید، معمولا آدم برای زندگی کردن احتیاج به خورشید و شادی داره، عشق، شادمانی، روشنایی، سخاوتمندی و خورشید هست که جون میده دوستان به تمام این جهان هستی. خورشید هستش که حداقل برای کهکشان راه شیری که ما در اون هستیم به هر حال یکی از ستاره های بسیار مهم هستش، چون ما انسان ها روی این کره هستیم و ازش استفاده میکنیم. پس بنابراین در واقع حس حال خوبی که شما بهشون بهش میدین و آرامشی که به این شخص میدین حس گرما میکنه، حس جون داشتن در کنار شما میکنه، یعنی در زندگیش. اوکی خب حالا بریم ببینیم با هم دیگه کارتای بعد چی میخواد. چیزی که واقعا دوستان عزیز دارم میبینم اینجا، دوست نداره که شما رو با کسی تقسیم کنه. این چیزی هستش که واقعا نمیخواد شما رو تقسیم کنه. دوست نداره که بخواد انتخاب کنه در مورد مسائل احساسیش با شما. مثلا اینکه حالا حساب کنیم، مثلا شما حساب کنیم بین شما و خانواده دوستان، بین شما و موقعیت دیگه، موقعیت با شما بودن و یا بی شما بودن. و اینکه دوست نداره، دوست داره که یک تعادلی در رفتار و در رابطش با شما وجود داشته باشه. و از یک مقداری دوستان عزیز اینکه هیجانات خیلی شاید فورانی بین شما وجود داشته باشه، این شخص دوست داره که همه چیز متعادل باشه. چون دیدیم که اینجا داره به یک وقتی به شما فکر میکنه به آرامش میرسه، اینجا هم به همین صورت بود. پس بنابراین میخشو کوبیدن بهتون گفتم به یه آرامش رسیده. الان دیگه دوست نداره که توی رابطتون شاید هیجانات بیش از حد باشه. شاید یکی دیگه بخواد مثلا اون یکی رو باهاش یک رفتار مادرانه یا پدرانه داشته باشه. اوکی، برای که ما معمولا وقتی که پدر و مادر هستیم بچه‌مون رو بزرگ می‌کنیم، زن میدیم یا شوهر میدیم که برن دوستان. ولی این شخص من دارم می‌بینم دوستان عزیز دوست داره که یک رابطه متعادلی بین شما باشه و دیگه اینکه هیجانات زیاد و افراط و تفریط در اون کمتر باشه. بسیار خوب و عالی. و اما میریم سراغ کارت بعدی دوستان. کارت بعدی عزیزان دل حرف از چه میزنه؟ حرف از این میزنه که این شخص دلش میخواد واقعا با شما شاد باشه، لحظات خوبی رو با هم دیگه داشته باشه. وقتی که با هم هستین، هم ببینین هم کارت احساسی هست، هم شادی هستش، همی که کارت سبکبالی هستش، با هم دیگه لحظاتی داشته باشن که بگیم بخندیم، شاد باشیم. خب به جای اینکه بخوایم به هر حال چکشی برداریم و سر تو سر کله همدیگه بیافتیم، چرا که دیدم دوستان عزیز شما اون پاداشی بودین که دوست می‌خواست میخشو زده، ولی ببینید گفتم بهتون حتی در ارتباط با خانواده خودش درش میخواد دست از سرش بردارن. پس شما نمیتونین، نمیخواد همچون رابطه ای داشته باشه، میخواد که با همدیگه شاد باشین، میخواد که با همدیگه لحظات خوبی رو داشته باشین. خب این از این. و بریم ببینیم که ببینید خیلی مهم هست که در روابط احساسی دوستان قبل از هر چیزی روابط احساسی و دوستی باید بین ما وجود داشته باشه، ما بتونیم لحظات خوبی رو داشته باشیم در کنار اون زندگی محترمی هم داشته باشیم. اینکه هر کدوم از ما بخواد سعی کنه یک نفر دیگر رو بخواد تربیت کنه، بزرگش کنه، خب ما هر کدوم از ما شخصیت خودمون رو داریم و اینکه نمیتونیم تحمل کنیم که تحت شرایط یک شخصیت کنترلگر باشه. خب ببینیم دوستان چه خبر هستش. ببینید در ذهنش، ببینید حرف از میزنه که به سمت اشتیاق این شخص نسبت به شما و این که دارم ببینم که و ببینید یک دوره شروع داره میشه و این دوره داره ادامه پیدا میکنه تا یه دوره تمام بشه. ببینید شما رو میخواد توی زندگیش که بهش شور و اشتیاق میدین دوستان. شما بهش ببینید باز هم برمیگردم به این خورشید، این کارت هم کارت آتش هستش دوستان. جذبه‌ای که شما دارین در ذهن این شخص و اینکه فکر این شخص رو دارم میبرم که مشغول میکنین دوستان، مشغول به صورت خوب مشغول میکنین. شما موقعیت بسیار خوبی توی زندگیش هستین و احساس میکنه که شانس باهاش یار هستش و اینکه میتونه در ذهن خودش صادقانه روی خودم کار میکنم روی و اینکه جلو میریم با هم دیگه. خب صادقانه و هم حرف میزنیم، من به تو گرایش دارم، من به تو تمایل دارم و من به تو فکر میکنم و من میخوام با تو جلو بیام. میرسیم به این قسمتی که دارم میبینم عزیزان دل. خب حالا همه این چیزها رو ما گفتیم با هم دیگه عزیزان. از یک مسئله ای که من میبینم که بیشتر از هر چیزی که در ارتباط با شما میترسه، از اینکه شاید عزیزان دل شاید بخواید یک باره
اون ابتدای یک رابطه رو ببینیم. همیشه این شخص دوست داره که شاید اون جزوولز ابتدایی رابطه وجود داشته باشه و میترسه که این رو از دست بدیم دوستان و یا از دست رفته باشه. این مسئله میترسونتش که یک باره خودمو بندازم توی یک مسئله مثلا و اینکه روتین وار باشه. نمیخوام، میترسم از این مسئله، نمیخوام. یادت باشه که همیشه وقتی منو میبینی مثل این میمونه که ما در ابتدای یک رابطه هستیم. یادتون باشه دوستان عزیز، این شخص چیزی که مکاس نداره، خودش تک تنها هم خوب و خوش هستش. اگر شما رو میخواد توی زندگی توی دل خودش جا بده، حتما باید یه چیزی بیشتری برای این شخص شما بیاریم. خب من کارتای دیگر رو میریزم، بریم ببینیم که برمیگردیم به این موضوع که چه چیز رو بله. دوستان توجه کنید، چیزی که از این قسمت شروع میکنم، چیزی که نمیخواست یک چیز دیگه بهش اضافه میشه، این که سختگیری ها. همونجور که گفتم بهتون، ممکنه بهتون حرف از مادر یا فرزندی زدم، مادر و فرزند والدین هستن، با بچهشون سختگیری میکنن، اینم نمیخواد دوستان عزیز. خب نمیخواد که یک سختگیری هایی در این مورد ایجاد بشه و در ضمن اون نمیخوادم که هر کسی بره پی کار خودش. در یک رابطه موفق به سرانجام رسیده دلش میخواد باشه و ببینیم به یک بلوغ رسیده و ببینیم در ارتباط با شما دلش میخواد برای یک سری هاشون رسمی کردن یک رابطه. دوستان عزیز این کارت رسمی هستش. اوکی، ما با هم خوبیم، خوش هستیم، به درجه میخوام برسم با تو که این یک رابطه رو بخوام رسمی کنم عزیزان دل. و در سرش هم این هستش که ببینید من دلم میخواد با تو راهی رو برم به اون خانه. ببینید خانه هفت هستیم، میخوام برسم به اون خانه 21 که خانه آخر معمولا تاروت هستش، یعنی اون موفقیت، اون اوج، اون قله‌ای که من میخوام، دلم میخواد بهش برسم. و همونجور که بهتون گفتم دلش میخواد که واقعا عزیزان دل شما با هم دیگه در یک رابطه روان باشه. میترسه از این که این رابطه به یک بنبست برسه، میترسه از این که در یک بلا تکلیفی شما یا اون شخص قرار بگیرین و میترسه از این که هر کدوم از شما بخواد یک فداکاری های بی خود رو انجام بده، بلکه درش میخواد با هم دیگه هم مثل ابتدای یک رابطه باشه دوستان عزیز و اینکه بتونین هر کدومتون خودشو جای اون یکی بذاره و یک عمقی درش میخواد این رابطه در واقع داشته باشه. خب ببینید عزیزان دل، از جانب دیگه عزیزان توجه کنید، یک سری از این افراد متوجه هستن که با شما یک رابطه روحی عمیق دارن و این رابطه روحی عمیق میترسن از نتایجش، ولو اینکه شاید به زبان نمیارن. من چیزی که این زیر دارم میبینم، احساس این شخص دوستان عزیز این هستش که ببین میخوام حرکتی رو انجام بدم. ببینید دوستان عزیز، کارتی که اینجا افتاده این هستش که من با گذشته هر چیزی بوده که من رو زمین زده و حال من رو بد کرده، من از این به بعد میخوام یه شروع داشته باشم، من میخوام سبکبال باشم و حرکت کنم و از دردهای خودم با حس و احساسی که تو به من اهدا میکنیم بخوام بگذرم. خب اینجا کسی هستش که ببین کارت حرف از کسی میزنه که حس قربانی بودن میکنه و افتاده زمین و در کنارش کارت کسی هستش که پا میشم و راهم رو میرم. خب با وجود شاید سری از شما مشکلات رو با هم دیگه دارین دوستان یا داشتین در گذشته و میل این شخص این هستش که اینا رو کنار بذاریم و حرکت کنیم، بیشتر آینده رو بریم ببینیم و بار ببینیم یک کارت شروع هستش. خب این گذشته ای رو بیاید با هم دیگه فراموش کنیم. من یک کارت دیگه اینجا میذارم. بله خیلی وابسته هست دوستان عزیز این شخص نسبت به شما و این وابستگی که نسبت به شما داره دوستان توجه کنید، تا حدی اگر در کنار هم دیگه نیستین که این کارت هستش عذابش میده عزیزان. اوکی؟ و دلش میخواد حرکت کنه و بره از این حسا. حالا خب ببینیم با هم دیگه در ارتباط این که کارت های بعدی بهتون چی میگن دوستان. اوکی، خب در ارتباط با شما عزیزان دل دارم میبینم که این شخص احساس میکنه که
الان برای اینکه بخوایم وارد یک فاز جدید بشیم، با اینکه دیدیم که داش میگفت حرکت میکنه، میرسیم در ذهن خودش این هست، احساس میکنه کمبودهایی وجود داره. خب احساس میکنه که باید خیلی از مسائل بین شما دو نفر روشن و واضح بشه، تصمیمات جدی گرفته بشه، مخصوصا در ارتباط خلاهایی که بینتون وجود داره دوستان. اوکی؟ و در موردش صحبت بشه، روشن سازی بشه که بتونیم به یک مرحله دیگه برسیم، که بتونیم به این رستاخیز بخوایم برسیم، که بتونیم تصمیم درستی رو بگیریم و حرکت کنیم به سمت جلو. باید از این خلاهای بگذریم و تنها راهی که میتونم از این خلاها بگذرم و جان دوباره ای رو من بگیرم و حرکت کنم این هستش که خلاهای این رابطه رو با هم دیگه صحبت کنیم، حرف بزنیم، جلو بریم، تصمیم بگیریم. خب شاید در این رابطه یک وقتایی شما به این جا رسیدین که شاید تصمیم گیری وجود نداره، شاید شما حس کنید که مثلا حرکتی نمیشه، ولی به خاطر این هستش که من احساس میکنم که باید یک صحبت درست حسابی با هم دیگه داشته باشن، که این شخص من دارم میبینم که سعی میکنه که ببینین این شروع رو بده با وجود خلافایی که ممکن هستش که بین توی این رابطه وجود داشته باشه، ولی مبتنی بر این که ما بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، صحبت کنیم. خب و ببینید دوستان، به مسئولیتی که ممکن هستش که این شخص سر راهش با قرار گرفته باشه، آدمی هستش که با ریتم خودش جلو میره دوستان، کسی هستش که خودش همه چیزو میخواد دستش داشته باشه و خودش هستش که میخواد جلو بره عزیزان دل. اوکی؟ و حرف خودش ممکن هست باشه، پس باید یک مقداری در غرور این شخص، یه سری ها غرورشون زیاد هستش، درکش کنین دوستان عزیز. خب که اون باید خودش، یعنی حداقل بهش یه جوری القا کنی که اون خودش بوده که تصمیماتی رو گرفته دوستان عزیز. و همچنین دارم میگم آدمی هستش عزیزان دل که در مورد مسائل زندگیش فکر میکنه، حرکت میکنه، نه اینکه بخواد سرشو بندازه پایین جلو بره. و این دارم میبینم که به سمت یک سرانجام دارین میرسین دوستان عزیز. یک سری از شما ممکنه ایش در ارتباط با شما، اگر که زخم و ناراحتی در ارتباط با هم دیگه وجود داره، دارم میبینم که دوره اون دیگه به سر رسیده عزیزان. اوکی؟ و دیگه زمان این دردها و زمان این خنجرها و این چیزها هم من دیگه اینجا نمیبینم دوستان عزیز. بله ببینید یک سریاتون به سمت واقعا اینجا میل داشت که با شما یک رابطه رو رسمی کنه، و اینجا من دارم میبینم که کلن این رابطه محافظت شده هستش و احتمال اینکه برای یک سریاتون وارد یک رابطه رسمی بشین زیاد هست. چیزی بود که میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز روزگار خوش. درود به شما و عزیزان که این کارت رو انتخاب کردین. عزیزان دل، قبل از اینکه فالو نگاه کنین، ازتون خواهش میکنم حتما یک کامنت انگلیسی بذارین، هلوی، تنکسی، و یا اینکه اگر از سرورهای ایرانی استفاده میکنین حتما از سرورهای غیر ایرانی استفاده کنین. ببینین چه خبر است در کارت شما. اینجا بله بسیار عالی حرف از این میزنه دوستان عزیز که بعد بهتون میگم. قبل از اینکه بخوام برم این کارت رو بخونم عزیزان، من کارت ها رو مخلوط میکنم و اینکه چند تا کارت میریزم ببینیم چی بهتون میگه. اولین کارت، خب بریم ببینیم که کارت بعدی چی بهتون میگه. اوکی و اما آخرین کارت هم براتون میریزم. اوکی. توجه کنید دوستان، شخص مورد نظر شما حسش اینه که من میخوام یک جبران هایی رو
در ارتباط با تو انجام بدم. حالا به چه صورت نمیدونم دوستان. من کارت های دیگر رو میریزم و اینکه ببینیم که کارت های دیگه چه چیزی رو بهتون میگن. اوکی. کارت اول که ریختیم، ببینیم کارت های بعدی چی بهتون. من فکر کنم اینجا باید یک کارت میذاشم، اشکال نداره، من دو تا کارت گذاشتم. کارت همه هستن عزیزان و اینکه من شروع میکنم به انرژی خواندن. قبل از اینکه بخوام کارت ها رو شروع کنم بخوندن، دوستان توجه کنین اینجا حرفی که چیزی که من دارم اینجا میبینم عزیزان، در چیزی هستش که پیدا کردن یک تعادل. دوستان عزیز توجه کنین، کسی هستش که دارم میبینم دلش پیش شما هستش، جذب شما هست، تمایل شدیدش رو دارم اینجا میبینم، ولی این مقدار متزلزل هستش. برای چی؟ برای که شاید کلمه نداره دوستان. خب شاید میخواد حرف بزنه، جرأت حرف زدن نداره. اون چیزی که روی دلش هستش که میخواد به شما بگه میترسه دوستان. میترسه از این که شاید یه مقدار مستعصل بشه، یه مقدار متزلزل بشه، یک حرفی بزنم که بیشتر از آنچه که بخواد به نفعم باشه، ببینی برای من یک مسئولیت رو به بار بیاره، برای من یه به هر حال تزلزلی رو توی زندگی ایجاد کنه، کار خرابی کنم، فاجعه رو به بار بیارم. از این مسائل میترسه. ولی دارم میبینم این، ببین شخصی که به خاطر اون تمایل، اون به قول معروف چشمش دنبال شماست، ببین خودش متزلزل هست اینجا. خب و میخوام صحبت کنم، میخوام یه حرفی رو بهت بزنم، ولی میترسم. خب میترسم که فاجعه به بار بشه و الان در موقعیت تفکر هستش. باید فکر میکنم، فکر میکنم که بخوام چگونه بخوام حس خودم رو به تو بیان کنم. حالا ممکنه شما با هم هستین دوستان، حرف اینقدر که ببینید یه جورایی هست، یه وقتایی هست یک سری از افراد عزیزان دل اینقدر که به طرف سمت شخصی به قول معروف گرایش دارن که میترسن که یک سری از حرفایی که میزنن بد تعبیر بشه، ولی که با هم باشه، چه با هم باشن چه بی هم باشن دوستان. اوکی. یه وقتایی حتی افرادی که با هم دیگه هستن مشکل صحبت کردن دارن با هم دیگه. خب من مسئله‌ای که دارم میبینم اینجا چیزی هستش که میخواد جبران اینو در ارتباط با شما انجام بده. حالا جالب اینجاست که بدون جبرانی میخوام انجام بدم، ولی یه مقدار جبران بی‌دقتی، همونجور که بالا گفتم میترسه بی‌دقت باشه، هر حرفی رو بزنه، کلمه‌ای بیان کنه که مقدار شاید هضمش برای شما مشکل باشه، حرف بدی هم نمیخواد بزنه. یعنی در واقع در ماورای این اون پشت این کلمات چه هستش، پشت این کلمات دوستان عزیز اون تمایلش و اون که چشمم تو رو گرفته یه جورایی.
حواست باشه. اونجا دارم توی آینه بغل ماشینم نگات میکنم چه کجای کار هستی. و مسئله که من اینجا دارم میبینم این هستش که الان دوستان عزیز چیزی که دیگه در ارتباط با شما این شخص در واقع نمیخواد داشته باشه این هستش که دوستان عزیز شاید بحث های مادی یکی از این مسائل هستش. میترسه از این که مادیات یکی از اختلافات باشه بین شما، میترسه که هیجانات زیاد، ببینید خودش خیلی به شما تمایل داره، شاید هیجانات زیادی که ما داریم شاید باعث چی بشه، باعث خرابی یک رابطه‌مون بشه. نمیخوام با تو بحث پول کنم، بحث خانواده کنم، خب این بحث ها رو ما با هم دیگه داشته باشیم. شاید به هر حال در ارتباط با خانواده‌هاتون با هم دیگه مشکلاتی رو داشتین در گذشته و دیگه نمیخواد باشه، نمیخواد هیجانات از دستشون در بره، درش میخواد این هیجانات کانالیزه بشن، راحت با هم دیگه قشنگ با هم صحبت کنیم، کلمات قشنگ رو با هم دیگه بیان کنیم. و بله ببینید دوستان، و اینکه یه چیز دیگه هم که شما درش میخواد داشته باشین این هستش عزیزان دل، که این تمایل، این گرایش، این که چشمم تو رو گرفته برای مدت زیادی باشه، نه اینکه یک چیز زودگذر باشه، انرژی زودگذری باشه که بیاد و تهنشین بشه و سر به فلک بکشه و بره. خب ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. عزیزان دل دل، شما فانتزم این شخص هستین، به شما خیلی فکر میکنه دوستان عزیز، شما خیلی در سر این شخص هستین و خیلی به شما رویا در مقابل در ارتباط با شما داره دوستان، و اینکه خیلی هم خواب شما رو حتی ممکن هست این شخص ببینه دوستان، و در موردش حرف نمیزنه. خب ببینید کلمه بهتون گفتم این با شخص مثل میمونه که با کلمه مشکل داشته باشه دوستان یه مقداری. خب یا باید یه جوری کلمم بگم که نه سیخ بسوزه، نه کباب بسوزه، نه فاجعه به بار بیارم، نه اینکه خیلی هم بخوام بالبالک بزنم. پس باید یه چیزایی من استفاده کنم که درست حسابی باشه، و یک مقدار با استفاده از کلمات مشکل داره. ببینید که شما خیلی در سرش هستین و در ذهنش هستین و به شما خیلی فکر میکنه دوستان عزیز. خب و ارتباط روحی عمیق هم فکر میکنه که با شما داره. اینجا کارت های عمیق وقتی میافتن هم حرف از روابط روحی میزنن. ببینین عزیزان، من چیزی که دارم میبینم اینجا دلش مقداری ببینین چی هستش، خونه. حالا خون نه اینکه فقط به خاطر شما باشه یا از دست شما باشه، من احساس میکنم که اینجا حرفی که داره میزنه بیاد تلاش کنیم با هم دیگه، که اگر که زندگی من و تو رو زمین زده، دست هم دیگه رو بگیریم و بلند شیم. خب بیا بگذاریم، اگر اتفاقات بدی حتی بین من و تو افتاده، از اینها بخوایم بگذاریم و به یک درجه بهتر بخوایم برسیم، و این با تلاش دو نفره. خب و ببینید دوستان عزیز، یکی چیزهایی که این شخص من احساس میکنم میترسه که این که چشمم تو رو گرفته و به سمت تو تمایل زیاد دارم، مبادا یه وقتی اینجا شما یه مقدار محدودش کنین. خب در اون خواسته های شخصی خودش، برای همین هستش میترسه حرفی بزنه، شاید در مورد کلمه بهتون گفتم مشکل داره، که چیزهای اتفاق بیفته که شما فکر کنید که نه دیگه شما افسار اینو دستتون دارید به این صورت. خب حالا ببینیم چه خبر اینجا. ببین دوستان، من دارم ببینم که این شخص دوستان عزیز دلش میخواد که شما عزیزان دل دلش میخواد عزیزان دل که شما کاری که انجام میدین این هستش که منتظر باقی بمونه یه جاهایی برای، یعنی اگر که اهدافی رو با هم دیگه دارین یا قبلا با هم دیگه داشتید، منتظر موندن این که من دارم اینجا میگم یعنی که چی، استقامت کنین برای رسیدن به اهداف مشترکتون، آن چیزی رو که در گذشته من میخواستم و هنوز هم در قلبم هستش، میخوام به سرانجام برسم. پس برای به سرانجام رسیدنش بیا تو هم کنار من واستا، خب و استقامت کن. این از این. و میرسیم به قسمتی که دوستان عزیز
در این قسمت من یادم رفت برای شما کارت های آرکان های ماژور بذارم که بعد از این قسمت من کارت های آرکان های ماژور رو از اینجا براتون شروع میکنم و میذارم دوستان. و چیزی که دوستان عزیز میترسوندش این هستش که مبادا یه وقتی که سرخورده بشه دلش رو بشکنید. میترسه از اینکه شما دلش رو بشکنید. برای همین هستش چکار کنم، چشمم تو رو گرفته ولی میترسم از اینکه تو نامردبازی در بیاره دل منو بشکنی. خب ببینیم اینجا دوستان چه خبر. من کارتا رو مخروط میکنم. خب ببینید دوستان این کارت کارتی هستش که خیلی ها میخوننش که وای کارت بدی هستش، کارت فلانی هستش، ولی اینجور نیستش. ببینید اون متدی که من یاد گرفتم برای تارت خوندن حرف از یک مسئله ناگهانی میزنه. وقتی که این کارت با کارت های دیگه ترکیب بشه میشه بگی عشق در یک نگاه هستش. ببینید گفتم بهتون میخواد جبرانی رو انجام بده. ممکنه این جبران یا میخواد با شما خیلی خیلی دوستان عزیز به قول معروف سخاوتمند باشه، یا این مسئله یک باره به ببینیم براش مثل میونه تلنگری بهش خورده باشه. دوستان تلنگری به هم خورده اینجا یک باره، مثل اینکه میونه که مثلا بهم وح شده، نمیدونم یک اتفاقی افتاده تکونی من خوردم اینجا دوستان عزیز و اینکه میخوام جبرانی انجام بدم و با جبران کردن این به یک مرحله بالاتر میخوام برسم. و اما بریم ببینیم کارت های دیگه. اوکی، چیزی که این شخص دوستان عزیز به طور کلی میخواد که دیگه نباشه یک شکست. دوستان مسائل بد، حرفای بد، مسائل گذشته که تمام شده دیگه نیستش که حضور داشته باشه، چه گذشته خانوادگی باشه، چه حرفای تند و تلخ بوده باشه، هر چیزی که بوی تعفن میده، بوی گورستون میده رو دیگه نمیخواد. خب یک سری از ما هستیم که همیشه فک و فامیلمون گور در میاریم، با خودمون همه جای سر میزمون هم میذاریم، مردم نشستن فک و فامیل ما هم توی بغلشون نشستن داریم در موردشون حرف میزنیم، از گور درشون آوردیم. خب ببینیم با هم دیگه کارتای دیگر رو. من کارتا رو میریزم و اینکه کم کم براتون میخونمشون. معذرت میخوام دوستان، من یادم رفت که این کارتا رو قبل براتون بریزم. اینقدر که تو در حال و هوای خوندن کارت ها بودم. ببین دوستان عزیز، چیزی که میخواد عزیزان دل که این رابطه حرکت کنه، حرکت کنیم به سمت جلو بریم. خب مو زندگی موقعیتی رو سر راه ما قرار داده، یک طرف کارت کائنات، یک طرف کارت چرخ اقبال، بیا ازش استفاده کنیم، بیا این دسته یه چرخ رو بگیریم و باهاش حرکت کنیم و به سمت جلو بریم. شما ببینید دوستان عزیز خواستش این هستش که این رابطه جلو بره و خوب جلو بره دوستان عزیز، و میترسه از اینکه خیلی دوستان عزیز توجه کنید یک چیزهایی باشه که ازش خبر نداشته باشه و یک باره مثلا یه چیزهایی در شما کشف کنه که باعث دل شکستش بشه. پس بنابراین این چیزهایی هست که من در ارتباط با این شخص دارم براتون میبینم. خب ببینیم با هم دیگه کارت های دیگر رو. عزیزان دل، من اینجا میبینم که این شخص دوستان عزیز قصد داره که تلاش هایی رو انجام بده، قصد داره که یک اگر که بین شما یک درگیری بوده، یک جدالی بوده، این آرام بشه. و خودش هم دارم میبینم که داره میبینه که ببینیم برای آرام کردن یک مسئله بین ما، یا حتی اگر این جدال شما میگین بین ما جدال نبوده، منتها این مرتبه ممکن هستش که این شخص جدال درونی خودش هستش. من اینکه میدونه که ببینین مطمئن هست راهی که درون با شما هستش راه روشنی هستش، و اینکه میدونید که با گذشت زمان دوستان عزیز دو مرتبه امید و آرزو به زندگیش برمیگرده، در ارتباط در این رابطه برمیگرده دوستان. اوکی، و این درگیری های ذهنیش عزیزان دل به خاطر چی هستش؟ درگیری های ذهنیش به خاطر این هستش که
شاید آیا من میتونم این رابطه رو مثلا بهتون بگم هندل کنم، آیا من و تو با هم دیگه میتونیم به یک تفاهم برسیم که برسیم از 5 برسیم به 6 دوستان، و 6 اونجایی هستش که آرامش هست، اونجایی هستش که ما همدیگر رو میشناسیم و اینکه بهتر مسائل رو درک میکنیم. ببین دوستان توجه کنید، من چیزی که اینجا دارم میبینم در ارتباط با این شخص عزیزان دل، ببین کارت چوب اینجا هست، اینجا هم یه چوب هستش اینجا افتاده. این دوتا کارت حرف از گرایش این شخص نسبت به شما میزنه، تمایلش نسبت به شما میزنه، در حالی هستش که اولین کارت هم این تمایل شدید این شخص نسبت به شما باز هم حرف میزد. اینجا هم به همین صورت بود دوستان عزیز. خب اینجا این پایین، خب در واقع باز هم تمایل این شخص هست نسبت به شما، وابستگی که نسبت به شما داره. اینجا چیزی که من دارم میبینم دوستان عزیز چه چیزی هستش، این مسئله هستش که میگه که اینجا میترس، یعنی یکی از مسائلی که توی زندگی این شخص هست به این آدمی هستش که خیلی شاید مقرراتی هستش دوستان عزیز، و آدمی هستش که شاید حرف خودش هستش و تا به اون مرحله به اون یقین نرسه کاری رو انجام نمیده، ولو در ارتباط با مسائل احساسی خب منطقی با مسائل برخورد میکنه. دیدیم که حرفش رو کلمش رو 7 بار توی دهنش داره میچرخونه که مبادا یه فاجعه به بار بیاد، و برای همین هستش که گاهی اوقات تکون دادن این شخص مشکل هست و گاهی اوقات ممکن هستش که شما احساس کنید که در یک بلا تکلیفی باش هستین، چرا که تا زمانی که به یقین نرسه خب و تا زمانی که مطمئن نشه که به هر حال حقیقت هست کاری انجام نمیده. از جانب دیگه دوستان عزیز توجه داشته باشین که این شخص ممکن استش که به خاطر مسئولیت هایی که در زندگیش داره، مخصوصا در ارتباط با افرادی که دوست داره یا حتی پروژه هایی که خودش خیلی براش مهم هست، ممکن استش که فداکاری هایی رو انجام بده که این فداکاری های این شخص ممکن استش یک مقداری در رابطه شما تأثیر داشته باشه. خب به چه سمتی داره حرکت میکنه در ارتباط با شما دوستان عزیز؟ یک سری از استرابای این شخص دارن خاموش میشن و بیشتر به یک دیدگاه عاقلانه، بالغانه و مهربانانه نسبت به خودش و شما داره. اون استرابی که اگر یه حرفی بزنم ممکن هستش که فاجعه به بار بیاد، دارم میرم کمتر میشه و بیشتر اینجا دارم کسی رو دارم میبرم دوستان عزیز که بیشتر خودش رو دست سرنوشت میده و اینکه کمتر خودش رو تحت فشار در ارتباط با شما قرار میده. بیشتر حرف از آرامش این کارت میزنه، حرف از رسیدن به یک آشتی، حرف اینکه رسیدن به یک تعادل در زندگی حرف میزنه. بهها چیزایی بود که میتونستم بهتون بگم، امیدوارم که کمکتون کرده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش دوستان عزیز، و تا فال دیگه خدا نگهدار.